درود به شما همراهان عزیز حکم اخراج حجت الاسلام محمد هادی مفتح رئیس مرکز اسلامی هامبورگ از آلمان این خبر اولین بخش از اخبار این ساعت را به خود اختصاص می دهد در ادامه اخبار این ساعت مطابق روال برنامه های تحلیلی همراه خواهیم شد با آقای واحدی و در پایان میپردازیم به مخفیکاری دولت اوباما درباره اسناد گسترده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. تا انتها با ما همراه باشید دوستان عزیز تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند اگه محتوای ما رو میپسندید لطفا برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید حکم اخراج حجت الاسلام محمد هادی مفتح رئیس مرکز اسلامی هامبورگ از آلمان صادر شد وزارت امور داخلی ایالت هامبورگ طی حکمی حجت الاسلام محمد خادی مفتح مدیر مرکز اسلامی هامبورگ را اخراج کرد. سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرد مفتح رئیس 57 ساله این مرکز باید طی 14 روز آلمان را ترک کند وگرنه ممکن است با اخراج به کشور مبدع مواجه شود. بر اساس این حکم او اجازه ندارد دوباره وارد آلمان شود یا در آنجا بماند و اگر این کار را انجام دهد تا سه سال زندان خواهد داشت. مفتح از تابستان 2018 رئیس مرکز اسلامی هامبورگ آیزد اج شد. پنج هفته پیش از صدور این حکم نانسی فزر وزیر کشور آلمان فعالیت این مرکز را ممنوع اعلام کرده بود. پس از آنکه وزارت کشور آلمان فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و بیش از پنجاه سازمان تابعی آن را به اتهام ترویج ایدئولوژی های اسلامی و افراطی از جمله حرفهای علی خامنه ای و همچنین به علت حمایت از گروه شبه حزب الله لبنان تا اطلاع بعدی ممنوع کرد نیروهای امنیتی آلمان چهارشنبه 24 ژوئیه برابر با سوم مرداد وارد این مرکز شدند آنها همزمان به 53 دفتر و نمایندگی این مرکز در 8 ایالت آلمان نیز هجوم بردند مرکز اسلامی هامبورگ به دلیل گنبد فیروزه‌ای بنای آن به مسجد آبی مشهور است این محل سالهاست پاتوق عوامل حکومت اسلامی ایران و حامیان حزب الله لبنان است وزارت کشور آلمان در یک بیانیه اعلام کرد مرکز اسلامی هامبورگ به عنوان نماینده مستقیم رهبری جمهوری اسلامی ایران عمل می کند و به دنبال وقوع یک انقلاب اسلامی در آلمان است. اندی گروته، سناتور امور داخلی ایالت هامبورگ بسته شدن مرکز آبی را گام منطقی و ضروری دانسته بود. جمهوری اسلامی یک هفته پیش از اخراج مفتح بسته شدن مسجد آبی در هامبورگ را تلافی کرد و به بهانه مسائل مالی و مالیاتی مؤسسه گوته را در تهران بست. این مؤسسه قدیمی و فرهنگی به آموزش زبان آلمانی در کشورهای مختلف از جمله در خود آلمان اشتغال دارد. روز شنبه 24 اوت حامیان جمهوری اسلامی و گروه های تروریستی حماس و حزب الله از سراسر آلمان فراخانه بسیج دادند تا علیه حکم بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ و سازمان های وابسته به آن تحت پوشش نقض آزادی مذاهب و همچنین اسلام حراسی. در مقابل دفتر اولاف شورتز صدراعظم آلمان در برلین تظاهرات اعتراضی برگزار کنند ولی شماره بسیار کمی در آن حاضر شدند اما می رسیم به بخش تحلیلی برنامه این ساعت و همراه میشویم با آقای واحدی من امروز یک صحبتی از پزشکان شنیدم و دیدم کنار صحبتی که دیروز یا پریروز در مورد قیمت بنزین داشت من واقعا به یک نتیجه رسوند و اون که خامنه ای دنباله که ثابت کنه یه حرف های منتظری در مجلس قانون اساسی درست بود در مجلس تدوین قانون اساسی و به مردم بفهمون اوضاع همینه آقای منتظری در بررسی اختیارات رهبر وقتی صحبت می شده در مجلس تدوین قانون اساسی مکارم شیرازی پیشنهاد میکنه که فرماندهی کل قوا به رئیس جمهور داده بشه که مستقیما منتخب مردمه آقای منتظر اون یه حرفی میزنه حالا اگر چون حرفش با یک هدف دیگه بوده ولی حالا جملهش به درد ما میگه ما نمیدونیم فردا چه الدنگی رئیس جمهور میشه به همین عبارت یه نمیدونیم چه الدنگی رئیس جمهور بشه. من قبلا از روی خود مجموعه مباحثات مجلس صدر آرمسل از رو کتابش براتون خوندم ولی این عین بعد یه خری رو میفرستیم بالا بوم دیگه نمیتون بیارمش پایین نه نه باید برای شما قد اختیار داده بشه من قبلا هم گفتم اون الدنگی که فرستادن بالا بوم و با دیگه نمیتونم بیارم پایین در واقع رهبره نه رئیس شما رئیس شما توی مدت اومدن یا کشتنشون یا خفهشون کردن یا صداشون رو خفه کردن یا از اول مزدور بوده خیلی فرق نمیکنه یا بی عرضه بوده اونی که مایه دردسر برای مردم ما کسی که تحقیر میکنه مردم رو و در واقع اون خری که فرستادن بالا بوم و اون الدنگی که آقای منتظری نگرانش بود رهبره نه رئیس جمهور ولی به هر حال ما حالا از این عبارت آقای منتظری میخوام این عبارت رو آریه بگیرم و بگم که خامنه ای به مردم ثابت کنه هیچ فرقی نمیکنه چه الدنگی رئیس جمهور بشه من ناچارم به آقای منتظری استناد کنم که یه سر افرادی که خیلی استاد اخلاق و پاستوریزه هستن به من نگن اهانت کردی به هر حال عبارتی که خیلی از افرادی که اینجا اصلا به آقای منتظری ارادت دارن و ایشون به کار برده حالا بعد خوبش اگر چه فکر اطلاق کلمه الدنگ به رئیس جمهور در سیستم جمهوری اسلامی خیلی اهانت باشه اه، کسی که خار و زلیل میاد میگه که من زوب در آقا هستم اگر آقا نبود من انتخاب نمی شدم اصلا من اومدم که مشارکت زیاد بشه یا قبلیا که رفتارش نداریم خیلی معلوم نیست کلمه الدنگ حتی لیاقتشون باشه یعنی در اون از اون همدم پایین تر بگذاریم خامنه ای دنبال این دنبال این بود که ثابت کنه فرق نمیکنه چه الدنگی رئیس باشه و خیلی خوب موفق شد خیلی خوب موفق شد و گمان نمیکنم کسی گمان میکرد به این سرعت مشخص بشه که خامنه ای چه بازی طراحی کرده ببینید خامنه ای در اداره کشور در حل مشکلات مردم در تلاش برای رساندن ایران به جایگاه واقعیش نه تنها انگیزه نداره بلکه انگیزه عکسش رو داره نه تنها ارزه نداره بلکه روز به روز افتضاحات و رسوایش بیشتره اما در یک زمینه به نظر میرسه موفقه و اون اینکه استخوانخواهانی که برای یه تکه تک استخان میخوان کنار سفره انقلاب بنشینن خیلی خوب شناسایی میکنه و بازیشون میده و بازی رو به با اون جهتی که خودش میخواد پیش میبره خیلی عجیب بود که در ظرف فاصله به این کوتاهی یعنی هنوز یک ماه نشده از آغاز رسمی کار پزشکیان اتفاقاتی داره میفته که همه مردم باور کنند هیچ فرقی نمیکنه کدام الدنگی رئیس جمهور بشه به قول مرحوم آقای منتظری من یه اشاره کوتاهی در صحبت دیروز در مورد افزایش قیمت بنزین داشتم که پزشکان همون خزعبلاتی که تمام رؤسای جمهور قبلی وزرای مربوطه و دیگران میگفتن رو تکرار کرد که آقا ما نباید بنزین رو با دلار هزار تومان بخریم و ده هزار تومان بفروشیم خب هیچ کس نمیگه که اصلا چرا ما الان بنزین باید بخریم یک کشوری که این هم منابع نفتی داره و اینقدر ادعا میکنن هی میگن ما پیشرفت کردیم ما در موشک پیشرفت کردیم در سلول های بنیادی پیشرفت کردیم در نمیدونم یک خوز بلاتی ردیف میکنن چرا باید وضعیت کشور طوری باشه که مجبورشن بنزین وارد کنن با دلار پنجا هزار تومن و به مردم بفروشن این سوال رو کسی پاسخ نمیده دوم من دیروز یه نکته مطرح کردم چرا وضعیت تولید خودرو در ایران باید طوری باشه که اینقدر مصرف بنزین بالا باشه که تولید داخل پاسخگو نباشه خب یه دمیان میگن که حتی اگر تولید داخل پاسخگو باشه و حتی مازاد هم داشته باشیم ما بهتره که بنزین رو مصرفش رو کنترل کنیم صادر کنیم برای کشور درآمد ارزی داشته باشیم بلا فاصله پاسخ میاد مگه ارزی که دیگه به دست میارم خرج مردم میشه سهم مردم ایران از درآمدهای ارزی کشور چقدره یا اگر بنزین هم صادر کردن پولش میاد مثلا خرج بهداشت درمان مردم میشه تو همین صحبت اخیر پزشکان میگه که من حقوق معلمان رو نمیتونم بدم نمیدونم پول نهادهای های دامی رو نمیتونم بدم پول کشاورزان نمیتونم بدم چرا باید بنزین 50000 تومن بخرم و 10000 تومان بفروشم خب این میگم سوال مهمش اینه که از چرا اولا ما باید در تولید بنزین انقدر مشکل داشته باشیم کشوری که انقد ادعا میکنه در نزدیک قله است پیشرفت علمی کردیم ما در پیروز خامنه میگفت امروز ایران رو در دنیا به اقتدار نظامی میشناسن کشوری که, که به اقتدار نظامی میشناسن رئیس رو شما بیا جلو تلویزیون وایس بگی من پول نهادهای دامی رو نمیتونم بدم پول کشاورزا رو نمیتونم بدم پول آموزش رو نمیتونم بدم پول بهداشت رو نمیتونم بدم چرا پول بنزین بدم من واقعا نمیفهمم این اقتدار نظامی به درد کی میخوره و به درد کجا میخوره که البته همون هم دروغه اقتدار نظامی باید یک بروز و ظهور بیرونی داشته باشه بعد یک جایی نشون بده که هیچ کس نمیتونه نگاه چپ به ایران بکنه چه در عرصه نظامی چه در عرصه اقتصادی چه در عرصه سیاسی ولی میبینیم که جز نگاه چپ چیز وجود نداره میبینیم که نگاه ها تحقیرآمیزه اصلا به زنگ تفریح دولت ها تبدیل شده یعنی مثلا بعضی از به نظر مثل بعضی از دولت های خارجی اصلا لذت میبرن از تحقیر جمهوری اسلامی که متاسفانه تحقیر دامنگیر ایران عزیز ما هم میشه ولی به میبینید که الان از زمانی که خامنه رهبر شده رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی رئیسی و پزشکان ششم رئیس جمهور. اگر واقعا من با صراحت به شما میگم اگر کسی بیاد مصاحبه های اینها رو پیاده کنه در های مختلف در زمینه حالا اگر خدا نکرد جمهور سایمون چند ماه دیگه پزشکان در مورد آمار کاهش بیکاری، کاهش تورم، افزایش اشتغال صحبت خواهد کرد. افزایش تولید، افزایش صادرات غیر نفتی، کاهش وابستگی بودجه نفت ولی واقعا اگه کسی بیاد خبرهای مصاحبه های رفسنجانی خاتمی احمدی نژاد روحانی رئیسی و پزشکیان رو سر و تهش رو یعنی قسمت عکس طرف رو حذف کنه تاریخش هم حذف کنه به خداوندی خدا نمیشه تشخیص هر که رفسنجانی زده یا خاتمی زده یا احمدی نژاد یا روحانی یا رئیسی یا پزشکیان همشون دنیا رو به زانو در آوردن ایران اصلا منزوی نیست آمریکا منزویه دشمنان جمهوری اسلامی منزوی هستن همشون به خود کفایی آن انقدر موندن به خودکفایی همشون در موضوع اشتغال اصلا قوقا کردن بیکاری تقریبا داره صفر میشه در از جهت تولید مسکن همشون معجزه کردن حالا در مورد بنزین هم حرفای این براشون هم هیچ کدومشون نمیان بگن چرا سایر موارد مثل جاهای دیگه دنیا نیست آیا واقعا در جاهای دیگه دنیا هم اگه کسی بخواد بره ماشین وارد کنه محدودیت براش قائلن که در موضوع بنزین ایران رو مقایسه میکنن که آقا بنزین انقدر در خارج در اینجا انقدره و در سایر جاها هم دست مزده، یک معلم یک استاد دانشگاه یک کسی که رفته تحصیل کرده دکترا گرفته الان حقوقش ماه 200 دلار هم نمیشه در ایران در جایی دیگه دنیا هم همینطوره آیا موقع که میخوان ارز اختصاص بدن به حماس و حزب الله و نمیدونم حوسی و وحش وحشی و دیگران اونجا هم همینطوری حساب میکنن که در جاهای دیگه دنیا جوریه آیا در جای دیگه دنیا میرن حساب میکنن که آقا ما این همه بدبختی کشیدیم همه سختی کشیدیم ارز حاصل کردیم حالا چرا باید بدیم به حوسی ها جای دیگه دنیا حساب نمیکنن فقط تو جمهوری که هر چقدر دلشون خواست یعنی واقعا به این طور جاها که میرسه در عرصه های اقتصادی داریم میبینیم که صحبت های پزشکان ارز میکنم مهمترین مسئله که دقدقه بوده و حتی خون پاش ریخته در سال 98 خون فراوان ریخته شد به خاطر همین بیتدبیری حکومت و یا تعمد حکومت در موضوع افزایش قیمت بنزین بدون توجه به حساسیت ها بدون توجه به پیامدهای های منفی که بر زندگی روزمره بسیار از افراد میگذاره و بدون محاسبات دقیق و بدونه در نظر گرفتن ظرفیت داخلی کشور بدون در نظر گرفتن توان مردم برای پرداخت این قیمت ها حداقل هزار هزار خورده نفر کشته شدن هزاران نفر زندان رفتن در کشور بحران درست شد صدمات اقتصادی به کشور خورد بی اعتمادی ها روز افزون شد خب حالا همون رو دوباره میبینید که پنج سال از موضوع گذشته یک رئیس جمهور فاصله شده بین روحانی و پزشکان به دوباره هم حرف میزنه که ما چرا باید بنزین رو با دلار 50000 تومان بخریم حالا قیمت دلار هم آورد پایین پزشکان دلار 60000 تومان و 10000 تومان بفروشیم خب در خیلی از جاهای دنیا بخوان حساب بکنن در خیلی از عرصه ها خب در بسیار از کشورهای دنیا بیمه های خیلی خوب برای مردمشون قائل میشن اونم بیاد بگه مثلا من دارم این دارو رو به این قیمت میخرم قیمت آزارش مثلا صد دلاره چرا من باید بدم دو دلار سه دلار پنج دلار اونها باید از این ارقام را بود دیگه یعنی اگر قرار باشه مبنا این که قیمت تمام شده یک کالا برای مردم عینا در اختیار مردم قرار بگیره در سایر ارسام باید بس اونجا باشه این مثل سایر کشورها در مورد صادرات و واردات هم حد دخالت دولت به حد اقل برسه مردم مجبور نباشند یک کالایی رو به چند برابر قیمت واقعی بخرن آیا واقعا چطور میخوام ببینم وقتی که ماشین رو با دلار 50 هزار وارد میکنم به دلار 500 هزار تومان به مردم میفروشن اونجا اشکال نداره یعنی ماشینی که 20 هزار دلار میخرن 20 هزار دلار بعد بشه مثلا 1 میلیارد 200 میلیون تومان چند میفروشن تو ایران ماشین 30 هزار دلاری اون برای کار اشکال نداره اگر ماشین 20 هزار رو به قیمت 150 هزار دلار 100 هزار دلار 200 هزار دلار به مردم بفروشن اشکال نداره اما اگر بنزین رو با دلار 50 هزار تومان وارد کنن و دلار 10 هزار تومان فروختن یعنی عملا مثلا 1 دلار وارد کردن 20 سنت فروختن اشکال داره ولی اگر 20 سنت خریدن و 3 دلار فروختن 5 دلار فروختن اشکال نداره این سیستم جمهوری اسلامی ولی نکته مهمش ارزمه که که ای به هدفش رسید این نکته مهمیه دوستان اگر به نظرتون میرسه که این مطالب شنیدنش مفیده لطفا از لایک دریغ نکنید لایک, کمک میکنه که بعدا هم مطلب دیده بشه خب این که محصه اول کار پزشکیانه خلاف ادعاهایی که میکرد که باید نظر کارشناسی واقعا آی این فضا رو امکان رو فراهم کردن که یه تعدادی کارشناس مستقل غیر دولتی غیر منتظر سفره انقلاب بشنن با هم دیگه در یک محفل علمی در تلویزیون این افراد با نظرهای مختلف بشنن و پاسخ این افراد بدن یا حرفا باید همش یک طرفه تکرار بشه همون حرفایی که کلیشه‌ای میگم از خدا رو شاید واقعا با قاطعیت میگم اگر کسی بشینه خیلی از مصاحبه های هر کدوم از این رؤسای جمهور از سال 68 تا حالا رو پیاده کنه فقط اون قسمت بالا که عکس و اسم طرف هست کنه تاریخش هم هست کنه بعد کاغذا رو با هم کنه به خدا هیچ کسی نمیتونه تشخیص این حرف رئیسی یا احمد نژاد یا روحانی یا خاتمی یا رفسنجانی برای اینکه یک سری افرادی که اتفاقا تو دلشون به ریش همه اینا هم میخندن تحت عنوان کارشناس فقط نگاه میکنن که اینا از چی خوششون میاد میرن مستندسازی برای اینا میکنن یعنی رئیس سازمان برنامه بودجه احمد نژاد همون حرفی رو میزنه که نوبخت روحانی میزنه که حالا خواهیم دید آقای پور محمدی پزشکیان خواهد زد خب این برخلاف حرفی که خودش زده بود که باید بشه بحث کارشناسی بشه هنوز از ران استریم توش تریبون میگه که ما چرا باید بنزین رو اینقدر بخریم و اینقدر بفروشیم این دقیقا نقض تعهد خودش در تبلیغات انتخاباتیه اما در سایر عرصه هم خامنه‌ای داره ثابت میکنه که فرقی نمیکنه چه الدنگی رئیس جمهور شما حرفاشو در مورد سفر به تایلند چه حرف پزشکیان رو احساس سرشکستگی میکنه که نه داره رئیس دانشگاه رفتن یه خانم قد کوتاه باشون حرف زده یعنی حتی قد خانم از نظر پزشکیان کارشناس عالم دانشمند قد خانم خودش موضوعیت داره ارزش داره چون قدش کوتاه است و خانم و ایشون یک آقایی که از ایران رفته اشکال داره میگه بهشون برخورده ببین بعضی حرفها اشتباه لپی این که مثلا طرف صد رو بگی ده ده رو بگی هزار اگر اتفاقی باشه البته من نه که هم مرتب تکرار بشه مثل رئیسی یا حالا پزشکان رو خواهیم دید در آینده اینا اشکال نداره اما بعضی حرفا مبنای فکریه چطور میشه آدم مثلا حتی نشسته یا بگی به من برخورد که یه خانم قد کوتاه اومد با ما حرف زد خواست به ما آموزش بده این هم ادامه همون روندی که آمریکا میخواد ثابت کنه فرقی نمیکنه چه الدنگ رئیس جمهور بشه ضد زن هستن اینها نگاه نگاهیه که یعنی اگر این حرف رو علم الهدا بزنه یا حرکت مشابه انجام بده همون بهش خوش میدیم که علم الهدا آرش میاد اسم زنش رو سنگ قبرش میسته میسته متعلقه حضرت آیت الله علم الهدا یا خامنه ای وقتی میخواد به وحید خراسانی پیام تسلیت بگی زنش مرده میگه متعلقه حضرت علی کالاست حتی همسر نمیگه ولی اگر پزشکیان بگه ما, ب... ما نقط آقا بودیم از ایران رفته نقطه نقط رئیس دانشگاه به اون برخورد که خانم میگم من تکرار میکنم من اینکه واقعا شرماوره و عجیبه که اصلاح طلبان همشون ساکتن یه خانم قدش هم اتفاقا کوتاه بود عین خامنه ای که ببین میگم فرقی نمیکنه چه علنگ رئیس شما بشه خامنه ای چند سال پیش حرف میزد گفتش که اون وزیر خارجه بعد ترکیب آمریکا و بعدم گفتش که معاون وزیر خارجه که او هم یک زنی است یعنی شما اینکه که معلومه وقتی این حرف داره میزنه در وصف وزیر خ... معاون وزیر خارجه آمریکا خامنه این قصدش احترام و تجلیل یا بزرگ داشته اون خانم نیست که این تحقیر از در خامنه این معاون وزیر خارجه آمریکا که او هم یک زنی است خب این نگاهی که در حکومت وجود داره و انقدر برای اینکه ثابت کنن که خیلی 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 نسبت به زن نگاه مثبت دارن آقا خودش گفته خانم صادق بیاد وزیر راه بشه و این نگاه ادامه پیدا کنه نکته مهمش برای من میخوام همین ثابت کنم که خامنه ای میخواد من میخوام اینو که خامنه میخواد ثابت کنه اصلا تفاوت نمیکنه که رئیس جمهور بشه و عملا به ریشه اصلاح طلبان منتظر منتظر الاستخان منتظر سفره کنار سفره نشین میخنده که آقا فرق میکند چه کسی رئیس شما شود در حوزه شما که داریم میبینید تو این مدتی که فرق میکند چه کسی رئیس شما شود مسئله خانم آرزو بردی پیش اومده مسئله اون دو تا دختر خانمی که تو خانم کودک میزنه پیش اومده بعد مسئله لاهی جان پیش اومده یا لنگ رود حالا دلشون خوش آقای پزشکان هیئت ویژه فرستاده آقا شما مگر برای جورج فروید وقتی کشته شده از خامنه ای گرفته تا همتون از نظر کرد منتظر بررسی شد به محض که کشته رو از نظر کرد حاضر نیست پزشکان کن محکوم آقا بالاخره یک جوون به این وضع فجیع کشته شده هیئت میفرستین تجربه ای که مردمی رو از این هیئت ها دارن چیه هیئت بررسی کشته شدن زهرا یعقوب به کجا رسید هیئت بررسی قفلای های زنجیری به کجا رسید و بوارد که اتفاق افتاده یعنی ببینید در همه ارسا همون حقوق بازی که رئیسی میکرد که هیئت ویژه درست کردن برای کشتار سال 1401 و نهایتا گفتن که اصلا بیشتر مأمور انتظام کشیده شده هیئت ویژه پزشکان هم خواهد شد اما مهمش اینه که خامنه‌ای ببینید چقدر قشنگ به هدفش رسیده و چقدر قشنگ به ریش اصلاح در خواهد, خواهد من از جد خیلی خوشحالم یعنی هر چه اصلاح طلبان رسوا بشن هم من خوشحال میشم هم یه گام به جلو من اینکه اصلاح طلبان همچنان قدرت فریبکاریشون بیشتر از گروه مقابلشونه و هرچی رسواتر بشن از جد خطر از سر مردم کم میشه واشنگتن تایمز نوشت دولت اوباما اسناد گستردگی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را مخفی کرده بود روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از یک مقام پیشین ضد اطلاعات آژانس امنیت ملی آمریکا نوشت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما برخی اطلاعات محرمانه در ارتباط با دامنه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را مخفی کرده بود به نوشته این روزنامه این اطلاعات نشان میداد تلاش های حکومت ایران برای تولید سلاح هسته ای از آنجا تصور می شد پیشرفته تر بود. جان شیندلر مقام سابق ضد اطلاعات آژانس امنیت ملی ایالات متحده به واشنگتن تایمز گفت این اطلاعات در آن مقطع زمانی انتشار نیافت تا تلاش های دولت اوباما و دیگر قدرت های جهانی برای رسیدن به توافق برجام تضعیف نشود. شیندلر افزود یک سرویس اطلاعاتی حامی ایالات متحده بیش از یک دهه گذشته فردی را که از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خارج شده بود به استخدام خود درآورد این فرد به اطلاعات مهمی در خصوص برنامه هسته‌ای حکومت ایران دست یافته بود برجام در سال 1394 و در دوران ریاست جمهوری اوباما به امضا رسید با این حال دونالد ترامپ در زمان حضور خود در کاخ سفید سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفت و نهایتا در سال 1397 از برجام خارج شد. واشنگتن تایمز در ادامه گزارش خود نوشت جان شیندلر دوازده سال گذشته در جریان نشستی با کارشناسان امنیتی و اطلاعاتی در اروپای مرکزی گفته بود بسته ای از اسناد از سوی عامل نفوذی سپاه پاسداران در اختیار او قرار گرفته است. این اسناد مجموعی از اطلاعات فوق محرمانه سپاه بودند و شامل داده های فنی در خصوص برنامه سانتریفیوژ جمهوری اسلامی می شدند. این مقام پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا عامل نفوذی سپاه را یک منبع طلایی واقعی خواند و افزود او یک مقام ارشد بود که به اطلاعات هسته‌ای دسترسی داشت. او درباره وضعیت حقیقی برنامه ایران برای ساخت بمب اطلاعات زیادی داشت. طی سالهای اخیر گزارش های زیادی از نفوذ عوامل سرویس های اطلاعاتی کشورهای خارجی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر شده است. در یکی از برجسته ترین این موارد، روزنامه هلندی فلکس گرانت در دیماه ماه 1402 نوشت مسئول انتقال ویروس استاکس نت به تأسیسات هسته‌ای نتنز در ایران یک نیروی نفوذی سرویس جاسوسی هلند بوده است واشنگتن تایمز همچنین در گزارش خود به نقل از جان شیندلر نوشت اسناد عامل سپاه نشان داد برنامه جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای بسیار گستردهتر از ارزیابی های جامعه اطلاعاتی ایالات متحده و پیشرفتهتر تر از آن چیزی بود که دولت اوباما در آن زمان به صورت علنی مطرح کرده بود رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 28 خرداد اعلام کرد از زمان امضای برجام در سال 2015 برنامه هسته‌ای تهران به طور قابل توجهی توسعه یافته است. به گفته گروسی، حکومت ایران قادر به تولید آخرین نسل از سانتریفیوژها، ساخت تأسیسات جدید و دست زدن به اقداماتی بسیار فراتر از این هاست. سپاس که تا پایان همراه بودید. لطفا نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری ویدیوها در انتشار آگاهی سهیم باشید.